و نگاهی بیاندازیم به مجموعه از فعالیتهایی که صورت گرفته در یک سال گذشته زنانی که به اشکال مختلف از خارج از زندان تا داخل زندان تأثیر بسیار به سزایی در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و تداوم انقلاب زن زندگی آزادی داشتند. من شروع میکنم از الهام مدرسی از بازداشت شدگان انقلاب زن زندگی آزادی که در همین انقلاب در بازداشت صدمه دید بسیار مقاومت کرد برای اینکه به زندگی خودش ادامه بده و یکی از زنانی بود از آسیب دیدگان انقلاب زن زندگی آزادی بود که با مقاومت خودش تاثیر بسیار زیادی در انقلاب زن زندگی آزادی داشت این اسامی که میگم به ترتیب حروف الف با هستند الهه محمدی تصویر بعدی رو ملاحظه خواهید کرد الهه محمدی روزنامه نگار زندانی و از حامیان انقلاب زن زندگی آزادی که تأثیر بسزایی در انعکاس دادخواهی و مقاومت خانواده محساجینا امینی داشت و سال گذشته روزهای بسیار طولانی رو در زندان سپری کرد و بالاخره آزاد شد تصویر بعدی مربوط میشه به آرمیتا پاویر دانشجوی زندانی و از بازداشت شدگان انقلاب زن زندگی آزادی که به معنای مقاومت دانشجویان در داخل و به ویژه در در خارج از زندان و به ویژه در داخل زندان رو آرمیتا پاویر نمایندگی کرد تصویر بعدی رویا هشمتی هست رویا هشمتی که زیر ضربه های شلاق به دلیل سر نکردن هجاب سر داده بود زن زندگی آزادی رویا هشمتی مخالف هجاب اجباری و از حامیان انقلاب زن زندگی آزادی هست که شلاق خوردنش و مقاومتش زیر ضربه های شلاق مستاق عینی تداوم انقلاب زن زندگی آزادی در سال 1402 بود. و ما تصویر بعدی تصویر رویا زاکری رو خواهید دید رویا زاکری زنی در تبریز که در میانه معموران حکومتی بله تصویر الان زن قومی هست ولی تصویر رویا زاکری رو زن قومی رو ملاحظه می کنید در روی تصویر زنی که به تنهایی در برابر یک آخوند بلند شد و فریاد اعتراض سر داد زنی که به تنهایی عبای آخوند رو کشید امامه آخوند رو کشید و در درمانگاهی در قوم فریاد اعتراض خودش رو سر داد و کارزار ما در حمایت از این زن که عوامل جمهوری اسلامی او رو سلیته خطاب کردند به راه افتاد تصویر بعدی زینب جلالیان هست زندانی سیاسی که مدت بسیار طولانی بدون حتی یک روز مرخصی رو در زندان سپری کرده و یک زندانی سیاسی از حامیان انقلاب زن زندگی آزادی تصویر بعدی سروناز احمدی رو ملاحظه می کنید فعال حقوق کودک زندانی سیاسی و از حامیان انقلاب زن زندگی آزادی که نامه بسیار تاثیرگذاری به سپیده رشنو از فعالان مخالف حجاب اجباری هم از زندان نوشته بود و همچنین تصویر سپیده رشنو رو ملاحظه می کنید از مخالفین حجاب اجباری دانشجوی مقاوم و از حامیان انقلاب زن زندگی آزادی تصویر بعدی تصویر سپیده قلیان هست زندانی سیاسی و از حامیان انقلاب زن زندگی آزادی که دقایقی پس از خارج شدن از زندان فریاد سرداد خامنه ی زحاک می زیر خاک تصویر بعدی سیما مراد بیگی از آسیب دیدگان انقلاب زن زندگی آزادی هست که همچنان به مقاومتش و مبارزش برای پیشبرد انقلاب زن زندگی آزادی ادامه میده. تصویر بعدی فریبا بلوچ فعال حقوق بشر، فعال حقوق زنان که جایزه شجاعت رو هم به خودش در سطح بین المللی اختصاص داد. و اما تصویر بعدی نازیلا معروفیان روزنامهنگار و از حامیان انقلاب زن زندگی آزادی نازیلا معروفیان هم از روزنامه نگارانی هست که حتی مورد ضرب و شتم عوامل حکومتی به دلیل رعایت نکردن حجاب قرار گرفت اما به مقاومت و مبارزه خودش ادامه داد و اما تصویر بعدی نرگس محمدی هست زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل که به معنای واقعی مقاومت در خارج و داخل زندان رو تعریف و معنا کرده تصویر بعدی نرگس منصوریان هست فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی که در یک سال گذشته رنج بسیاری رو متحمل شده از طرف عوامل حکومتی که بسیار فشار زیادی با این که نرگس منصوری در زندان هست روی او و خانوادهش اعمال کردند. تصویر بعدی نیلوفر آقایی هست از آسیب دیدگان چشمی در انقلاب زن زندگی آزادی. و اما نیلوفر حامدی روزنامه نگار زندانی و از حامیان انقلاب زن زندگی آزادی اولین روزنامه نگاری که خبر ضرب و شتم محسا جینا امینی رو در شبکه های اجتماعی منعکس کرد همچنین خبر قتل حکومتی محساجینا امینی در یک سال گذشته روزها و هفته ها و ماه بسیار زیادی در زندان بود بدون یک روز مرخصی و با مقاومت خودش نشون داد که خبرنگاران و روزنامه نگاران چقدر مقاوم و در واقع ایستاده هستند در برابر ظلم جمهوری اسلامی پارمیدار شهبازی از مخالفین هجاب اجباری که به نماد مقاومت در بین زنان ایران تبدیل شد زنی که در مقابل بسیجی فریاد میزد من یک زن هستم هرگز نمیتونی من رو وادار به سکوت بکنیم. و ما پارمیدا شهبازی و اما کوسر افتخاری از آسیب دیدگان چشمی هم که همچنان به مبارزه خودش در خارج از کشور برای تداوم انقلاب زن زندگی آزادی ادامه میده یکی از اسامی هم که باید بهش اشاره بکنیم آزاده آبدی آبدینی هست زن بدون حجاب معترض به یک بسیجی و مدتی که در بازداشت بود اینها زنان در واقع تاثیرگذاری هستند که در این برنامه معرفی شدند 20 زن گذار سال 1402